خسته نباشید، سلام، خسته نباشید. بچه امتحان ترمتون، امتحان ترم من سه تا نمونه سوال خرداد 98، خرداد 99 و خرداد 1400 رو براتون گذاشتیم. امتحان ترم با امتحان کنکور اصلا قابل مقایسه نیست، بسیار ساده است، بسیار ساده است. بین سریع فصل سه رو بیایید، اول فصل سه رو بیارید. فصل سه، فصل سه قسمت هایی که میاد سریع بهتون میگم، قسمت هایی که فصل سه میاد بیایید، چون وقت خیلی که کمه. بین بچه گروه خونی ما از گروه خونی حتما سوال میاد، از گروه خونی حتما سوال میاد، پنجشنبه سوال میاد. یکی ما گروه خونی آب او داریم، یکی هم آرهاش داریم. آرهاش بچه ها بودن و نبودن یه پروتئین در قشه گلبول قرمزه، بودن یا نبودن یه پروتئینه، اسمشو گذاشتم پروتئین دی. پروتئین دی، ژن این پروتئین دی رو کروموزوم شماره یکه که بزرگترین کروموزومه، که بزرگترین کروموزوم جایگاه ژنی این پروتئین رو کروموزوم شماره یکه، بزرگترین کروموزوم انسانه. اگر پروتئین دی داشته باشه بهش میگم مثبت، نداشته باشه میگم منفی. دی بزرگا و دی بزرگ دی کوچیکا مثبتن. ببین اگر هر دو تا کروموزوم ما دی بزرگ داشته باشه میگم مثبت خالص، اینا پروتئین دی میسازن، پروتئین دی میسازن. دی بزرگ دی کوچیک رو میگم مثبت ناخالص، اینا هم پروتئین دی میسازن. دی کوچیک اصلا پروتئین در قشه گلبول قرمزشون پروتئین دی ساخته نمیشه. ببین پروتئین دیگه دارن ها، ولی پروتئین دی ندارن، پروتئین دی ندارن. برای امتحان تنا کنید، دی بزرگ مثبت خالصه، دی کوچیک منفیه، دی بزرگ دی کوچیک هم چی مثبت ناخالصه. برای این چهار پنج شنبه یاد بگیرید. اگه گفتن پدر و مادری چی هن؟ ارهاش مثبتن. فرزندی ارهاش منفی متولد شده، این برای پنجشنبه یاد بگیرید. نتیجه میگیرید که چی؟ حتما والدین حتما دیه بزرگ دیه کوچیک بودن، حتما دیه بزرگ دیه کوچیک بودن. بچه هاشون چی میشن؟ جد مربع پانس میکشید، این دیه بزرگ دیه کوچیک، دیه بزرگ دیه کوچیک، دیه بزرگ دیه بزرگ، دیه بزرگ دیه کوچیک، دیه بزرگ دیه کوچیک، دیه کوچیک، دیه کوچیک. بچه‌هاشون یا مثبت میشن یا منفی میشن. پس اگه گفتن پدر مادری مثبتن، خب ما نمیدونیم پس مثبت خالصن یا مثبت ناخالص، نمیدونیم. ولی گفته بچه منفی دادن، چون بچه منفی دادن جفتشو ناخالص بگیرید، جفتشو ناخالص بگیرید. بیشتر بچه‌هاش مثبت در میان، بعضی بچه‌ها منفی در میان. ژن این پروتئین دی جایگاه ژنی این رو کروموزوم شماره یک. یک چیز دیگه که حتما سوال میاد گروه خونی آب اوه، گروه خونی آب او سوال میاد، گروه خونی آب او. به این بچه ما سه نوع علل داریم، سه نوع علل داریم، آ و ب و او. آ بر او غالبه، ب هم بر او غالبه. بین اینا همتوانیه، بین اینا چیه؟ همتوانیه، بین اینا همتوانیه. اگه کسی آآ و آآو باشه، آآ و آآو باشه، در قشای گلبول قرمز اینا کربوهیدرات آ اضافه میشه. به ب و به او باشه، کربوهیدرات ب اضافه میشه. آب باشه، آب اضافه میشه، هم آ هم ب. او باشه، هیچ کربوهیدراتی از نه آ نه به اضافه میشه. پس کسی که گروه خونی او داره کربوهیدرات آ و به اضافه نمیشه. پس ما 6 نوع ژنوتیپ داریم، آ آ و آ او، ب ب و ب او، آ ب و او. 4 نوع فنوتیپ، آ ب آ ب و او داریم. این آنزیمی دارن آ آ و آ او که اون آنزیمه کربوهیدرات آ اضافه میکنه. اینا آنزیمی دارن که کربوهیدرات ب اضافه میکنه. اینا هم آنزیمه دارن که آ اضافه کنه هم ب. اینا
آنزیمی که آب به اضافه کنه ندارن. این ژن این آنزیم رو کرده شماره 9. اینو یاد بگیر. جایگاه گروخونی آب او در فامتن شماره 9 بچه ها. فامتن شماره 9. این هم یاد بگیری برای پنجشنبه. اگه گفتم پدر آ و مادرم بیه، فرزند اول چیه؟ او است. فرزند اول اوه. والدین چی بودن بچه ها؟ چون این او شده والدین آ او به او بودن. بچه هاشون چی میشن؟ مربع پانت میکشید. این آ او به او میشه، این میشه آبه، این میشه به او، آ او او او. هر چهار نوع گروخونی به شما میده، هر چهار نوع گروخونی میده. بارزیت ناقص یاد بگیرید. اینو میگم الان چند تا مثال که از امتحان ترم حل میکنیم، چند تا مثال از امتحان ترم حل میکنیم. گل میمونی آر آر قرمزه، دبلیو دبلیو سفیده، آر دبلیو صورتیه. آر دبلیو چیه؟ صورتیه. پس قرمز صورتی سفید. به این بچه از روی فنوتیپ میشه ژنوتیپ تشخیص داد. قرمز آر آره، صورتی آر دبلیوه، سفید دبلیو دبلیو. میگم بارزیت ناقص، میگن بارزیت حد وسط به دنیا میاد. حد و وسط یعنی الان این حد وسط، نه سفیده نه قرمزه. اینجا همتوانی نیست، بارزیت ناقصه. بهش میگن بارزیت ناقص. سوال اگه به تو اومد دو گل چیه؟ صورتی را آمیزش داده ایم. زاده ها چگونه؟ زاده ها چگونه؟ دو تا گل صورتی را آمیزش دادیم. بچه ها چجوری هم؟ این آر دبلیو، این هم چی؟ آر دبلیو، آر آر، آر دبلیو، آر دبلیو، دبلیو دبلیو. پس این میشه قرمز صورتی سفید صورتی. قرمز صورتی و سفید به شما میده. بریم امتحان ترم. امتحان ترم یکی بیاد رو خط، سوالایی که تا اینجا درسشو دادیم بیاد حل کنیم. یکی بیاد رو خط. سلام حوریه. حوریه سلام، خوبی؟ سال اول خرداد 1400، خرداد 1400. جیم گفته درستی یا نادرستی اینا رو مشخص کنیم. بگین درسته یا نادرسته. جایگاه ژنی آرهاش رو کرده شماره 9. این درسته یا غلط؟ چی؟ پس این نادرسته. روی کروموزوم شماره چنده؟ ولی اگه گفته بود آب او، گفته بود چی؟ آب او رو کدوم کروموزوم شد؟ آفرین. آفرین. سوال بعدی، رابطه بین آ و ب در گروخونه آب چه چجوریه؟ همتوانیه. آفرین. همتوانیه. ولی اگه میگفتی غالبیت ناقص چی بود؟ غلط بود. ولی گل میمونی چیه؟ گل میمونی غالبیت ناقصه. آفرین. آفرین. خب سوال روی چیز نگاه کنم. سال 11، سال 11، رنگ رابطه بین رنگ گل میمونی از چه نوعیه؟ از چه نوعیه؟ آفرین. بارزیت چی میشه؟ ناقص میشه. بارزیت ناقص میشه. صفحه 98 رو بیارید. 98. نادهشت. ب گروخونی آب بین آ و ب چه رابطه ایه؟ همتوانیه. این تو 1400 هم تکرار شده بود، درسته؟ نه.
این همونه. سال 11، سال 11 جایگاه ژنی آرهاش رو کدوم کروموزوم شماره چنده؟ بزرگترین کروموزوم که کروموزوم شماره 1 میشه. آفرین. کروموزوم شماره چند؟ 1 میشه. کروموزوم شماره 1. کروموزوم شماره 1 میشه. فهمید سوال سختی یا ساده است؟ خیلی ساده. خیلی ساده. نظر کنکور اصلا سوالاش چیه؟ قابل مقایسه؟ نه نیستش. 99. سوال دوش جیمش. فردی آ به او فقط هم آنزیم آ رو داشته باشه، گروه خونی این فرد چیه؟ آه. گروه خونیش آه، فنوتیپش آه. ژنوتیپش یا آه یا چی؟ آه. آفرین. درسته؟ بله. سال 11 دو گل صورتی رو آمیزش دادیم. دو تا گل چیه صورتی؟ آردبیلی رو آمیزش دادیم. این صورتیه، اینم صورتیه. بچه‌ها چی میشن؟ جدول پالت می‌کشیم. بچه‌ها چی میشن؟ این میشه آر 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 دبلیو میشن. آر دبلیو بعد دبلیو دبلیو سفید. بله. قرمز صورتی سفید، یه چهارم قرمز میشن، دو چهارم صورتی، یه چهارم چیه؟ سفید میشن. سال 12 اگه زن و شوهری مثبت باشن، یکی از بچه ها منفی باشه، والدین چجوری هن؟ مثبت ناخالص. آفرین. جفتشون دیه بزرگ دیه کوچیک. دیه بزرگ چیه؟ دیه کوچیک. آفرین. پس اینو یاد گرفتید خانم دکتر؟ بله. خب پس این از این. پس بچه ها این تا اینجا سوال حتما میاد، صفات وابسته به جنس و مستقل از جنس حتما سوال میاد. بچه ها اول وابسته به جنس رو حتما میاد، بلیسی که امتحان تر میاد. هموفیلی چی؟ هموفیلی مرد یا سالمه یا چیه ها؟ ناقل. نه ناقل نداریم. مرد یا سالمه یا هموفیله یا چیه؟ هموفیل. روی ایکسه. چرا مرد ناقل نداریم؟ چرا مرد ناقل نداریم؟ ما یک کروموزوم، مرد یک کروموزوم. یه بر یک دارن. زنها دو تا ایکس دارن. چند تا ایکس دارن؟ سه حالت میشه دیگه. سه حالت میشه. یا سالم خالصن، یا سالم ناقلن، یا هموفیلن. یا سالم خالصه، یا سالم ناقله، یا چی؟ هموفیله. آفرین. پس مرد یا سالمه یا بیماره. مرد ناقل نه. شایع ترین نوع هموفیلی چیه؟ کمبود فاکتور 8. پس آیا هر هموفیلی کمبود فاکتور 8 داره؟ نه. نه. به شایع ترین نوع هموفیلی کمبود فاکتور 8. اگه بگن هر هموفیلی کمبودش فاکتور 8 داره چیه؟ غلطه. غلط. از این تو امتحان ترم پنجشنبه میاد. من یه مثال میگم خودت حل کن. زن و مردی سالم بودن. زن و مردی چیان؟ سالمن. فرزند اول چیه؟ هموفیله. خب پدر مادر چجوری بودن؟ شما میگه فرزند هموفیله بودن که پدر چون سالمه یه حالت دیگه. آفرین. پدر ناقل که نداریم، پدر یه حالت داره. مادر چی؟ زن یه ایکس بزرگ، یه ایکس. آفرین. پس مادر ناقل بوده. پس مادر چیه؟ سالمه ناقله. پدرم که خب سالمه، ناقل نداره تو وابسته به ایکس. حالا مربع چی میکشیم؟ پانت. این چند تا میشه؟ ایکس هاش ایگرگ. نه اینم میشه چی؟
ایکس ایکس. این میشه سالمه، دختر سالمه خالص. این میشه این پسر سالم میشه، این دختر ناقل میشه، این پسر هموفیل میشه. پسر چیه؟ هموفیل میشه. آره. پس دو پسراش هموفیل میشن، دختراش هموفیل نمیشن. سخت بود؟ نه خیلی. این صفت میگن وابسته به ایکس. میگن چی؟ وابسته به ایکس. پس هموفیل اگر روی ایکس نباشه میگن اتوزوم. میگن چی؟ اتوزوم. من اول اتوزوم میرم بگم. اول بیارید فنیلکتوری رو بگم. فنیلکتوری این فنیلکتوری رو بیارید. صفحه چنده؟ صفحه 45. صفحه 45. به این فنیلکتوری اتوزومیه، صفت وابسته به جنس نیست. افرادی که آیه بزرگ آیه بزرگن سالم چیان ها؟ خالصن. آیه بزرگ آیه کوچیکن سالمه ناقلن. آیه کوچیک آیه کوچیک بی فنیلکتونوریا دارن. چی دارن؟ اینا بیمارن نه؟ چیان بیمارن. این ببین اینها باید فنیل، ما توی خون ما فنیل آلانین باید تبدیل بشه به تیروزین. تبدیل بشه به چیه؟ تیروزین. تصحیح آنزیم. حالا بیماران این آنزیم رو ندارن. آفرین. کسی بیماره چون جناش خرابه این آنزیم از ساخته، نمیشه فنیل آلانین به تیروزین تبدیل نمیشه. فنیل آلانین در خون کم میشه یا زیاد میشه؟ زیاد میشه. بعد باعث میشه به یاخت‌های مغزم آسیب بزنه. آفرین. به این بیماری از به نام فنیل چیه؟ کتو نوریا. فنیل چیه؟ یا پیکایو. آنزیمی که آمینو اسید فنیل آلانین رو تجزیه کنه این آنزیمه نیست، چون ژنش خرابه. فنیل آلانین جمع میشه به ترکیبات خطرناک تبدیل میشه. در کجا رسوب میکنه؟ مغز. تو مغز. باعث عقب مانده چی میشه؟ ذهنی میشه. متعشقی؟ این یه بیماری مغلوبه، نهفته است. بیماری مغلوبه. یعنی آیه بزرگ آیه کوچیکا سالم میشن ولی ناقلن. درسته؟ حالا بعد اینا آزمایش کنن. آزمایش کنن. اگه فنیل خونی بالا باشه، خب باید بگن شیر مادر رو قطع کنن. شیر مادر رو قطع کنن. شیر خشکایی بدن که چی داشته باشه؟ فاقد چی باشه؟ فنیل آلانین باشه. وقتی بزرگم شدن رژیم غذایشون یا باید کم فنیل آلانین باشه یا اصلا نداشته باشه. متشکرم خانم دکتر. یا نه؟ بله. خیلی خوب. اینم بگم بعد این مثال رو حل کنیم. ما صفات یا پیوستن یا گسستن. صفات یا چی هن؟ یا پیوستن یا گسستن. اگر صفتی، اگر چی؟ صفت مثل رنگ پوست ما، رنگ چی؟ پوست. یا رنگ ذرت. طیفی از رنگا باشه. مثلا انار دیدی؟ بله. چه رنگیه؟ یا سفیده یا قرمز. آره سفید، از سفید سفید هست تا قرمز، مثل ذرت. اینا صفات پیوستن. چی هن؟ پیوستن. ولی صفت آرهاش، صفت آرهاش یا مثبته یا چی؟ یا منفیه. دیگه نمیتونی بگی یه خورده مثبته یه خورده منفیه. پس صفات تک جایگاهی، صفات چی؟ یک جایگاهی گسستن، چند جایگاهی پیوستن. آفرین. گسستن. مثلا رنگ گل میمونی، رنگ گل میمونی چیه؟ تک جایگاهیه نه؟ بله. گسسته است نه؟ ولی چند جایگاهی مثل رنگ ذرت، رنگ چی؟ ذرت. از طیفی از سفید تا قرمز هست، این چیه؟ پیوسته است. پس گروه خونی آب او رو کرموز شماره چنده؟ نو. آرهاش. پس گروه خونی آب او. آرهاش. رنگ گل میمونی. رنگ گل چی؟ میمونی. اینا چی هن؟ گسستن. حالا رنگ گل رنگ دانه ذرت از سفید سفید هست. سفید سفید.
اگه همه سه تا جایگاه ژنی، سه تا جایگاه ژنی داره، همه‌شون مغلوب باشن، این سفید سفیده نه؟ بله. هر چی به این ور بیای قرمز میشه. قرمز قرمز همه جایگاهش چی ان؟ بزرگ. آره، پس اگه همه حروفش کوچیک باشه سفید سفید میشه، همه حروفش بزرگ باشه قرمز قرمز بشه، درسته؟ بله. اگه سفید سفید رو با قرمز قرمز آمیزش بدیم بچهشون چی میشه؟ حد وسط میشه دیگه. آره، یعنی آی بزرگ، آی کوچیک، بزرگ، بزرگ، آفرین، حد وسط میشه، یعنی سه تا بزرگ داره سه تا کوچیک، وسط میشه نه؟ آفرین. خیلی خوب. بریم امتحان ترم حل کنیم ها؟ بله. میخوای یکی دیگه رو بیارم که بچه‌ها چیز نه، یکی دیگه بیاد رو خط. من قطع کنم. بخش رو قطع کنید، یکی دیگه بیاد. سلام آقا رضا. سلام. صفحه یک رو بیاری، خرداد 98، خرداد 98. در رنگ گل میمونی با دیدن رنگ گل میشه ژنتیک رو تشخیص داد یا نه؟ میشه. بله میشه. قرمز باشه میشه آر آر، سفید باشه میشه آر دبلیو دبلیو، صورتی باشه میشه آر دبلیو، ولی تو گروه خونی آ و ب نمیشه، چون آ چند حالت داره؟ او نمیشه تشخیص داد. آفرین. خب نمودار زنگوله ای، نمودار چیه؟ زنگوله ای پیوسته رو نشون میده یا غیر پیوسته رو؟ آفرین، پیوسته رو. مثل رنگ چی ها؟ ذرت. مثل رنگ چی؟ ذرت. آفرین. سال ده، سال ده. مردی هموفیله، مرد چیه؟ با زن سالمی که ناقل هم نیست، یعنی سالم خالص، مرد سالمه، مرد هموفیله، ببخشید، مرد هموفیله، زنم سالم خالص، بچهشون چی میشه؟ جدول میکشیم. مرد هموفیله، زن سالم خالصه، زن سالم خالصه، بچه ها چی میشن؟ این دختر ناقل، اینم دختر ناقل، این پسر سالم، اینم پسر سالم. بچه بیمار میدن یا نمیدن؟ همه پسراش سالمن، همه دختراش هم سالم ناقلن. سالم چی؟ ناقلن. سخت بوده؟ این یه نمره داشته، یک نمره داشته. دختراش همه ناقل میشن نیم نوره، پسراش همه سالم میشن نیم نوره. صفت رنگ ذرت چند جایگاهی یا تک جایگاهی؟ چند جایگاهیه؟ چند جایگاهیه؟ آفرین. تغذیه نوزاد مبتلا به فینکتوری با شیر مادر باعث آسیب رسیدن به کدوم قسمت از بدنش میشه؟ آفرین. باعث استرس هم به مغز میشه. متشایی؟ خب این کنکور 98 بود. 99 ببینیم چی اومده. خب اینو که حل کردیم نه؟ اینو حل کردیم. اینم خب سال 12، صفحه 10، سال 12. چرا در صفات وابسته به X ممکن نیست پدر ناقل باشه؟ آفرین. چون مرد ایکس ایگرگه، یه ایکس داره، یا سالم میشه یا چی؟ هموفیل میشه دیگه، ناقل نمیشه. بلکه ناقل بشه دو تا ایکس میخواد. چند تا ایکس میخواد؟
در رابطه نوع ذرت ژنوتیپ دو تا آستانه تیپ یعنی قرمز قرمز و سفید سفید چیه؟ قرمز قرمز همه باید بزرگ باشن. قرمز قرمز باید همشون بزرگ باشن. سفید سفید باید همشون چیه؟ کوچیک باشن. آفرین. آفرین. خب کنکور 1400 هم بزنیم. 1400 اینه که زدیم، اینم زدیم. در میان انسان صفت آرهاش پیوسته است یا گسسته است؟ گسسته. آفرین، گسسته است. یا مثبت یا آره، یا مثبت یا منفیه، یا مثبت یا منفیه. یا مثبت میشه یا چیه؟ منفی میشه. سال 11 که گفتیم تو گل میمونی چه رابطه‌ایه؟ بارزیت ناقص. بارزیت بله. مردی هموفیل، زنم سالم، ناقلم نیست. مرده هموفیل، زنم سالم خالصه. بچه‌هاش چی میشن؟ بر جدول میکشم. مرد هموفیل، زن سالم خالصه. این میشه دختر ناقل، پسر سالم، دختر ناقل، پسر چی؟ سالم. همه پسراش چی میشن؟ سالم میشن. همه دختراش ناقل میشن. به این بچه رسم جدول نیم نمره داشته ها. رسم جدول نیم نمره. اینا هر کدوم 25 صدام. پس یادتون باشه جدول رو بکشید چون سوال میاد. جدول رو حتما چیه؟ بکشید. متشکرم. آره. خب. پس این از این فصل، این از این فصل که حتما یاد بگیرید. باشه؟ بله. خب فصل دیگه ای بگم بچه، فصل دیگه ای بگیم بچه. فصل دیگه ای که شما باید حتما یاد بگید فصل 5 و 6. 5 و 6. 5 و 6. 5 رو بگیم، بعد 6 هم که اینا انشاءالله برسیم بگیم. ما 3 نوع تولد آتپه داریم. چند نوع تولد آتپه داریم؟ تولد آتپه در سطح پیش ماده اکسایشی نوری. دوباره بگو. در سطح پیش ماده اکسایشی نوری. آفرین. این الان آنزیمیه که کراتین فسفات رو به آتپه تبدیل می‌کنه. این در سطح پیش ماده است. در سطح چیه؟ پس ساخته شدنه. پس پنج رو می‌خوام. آتپه در سطح پیش ماده. این کراتین فسفات یه فسفات داره. این آنزیمه میاد. این به جایگاه فعال وصل میشه. آتپه هم به جایگاه فعال وصل میشه. اینا به هم میچسبونه. این پس تولد آتپه در چه سطحیه؟ ها؟ این تولد آتپه در سطح پیش ماده. یکی اکسایشیه که داخل میتوکندریه، یکی هم نوریه تو کلروپلاسته، تو قشای تیلاکویداست. قشای چیه؟ تیلاکویداست. درسته؟ به این بچه تنفس نوری گلیکولیزه. گلیکولیز حتما سوال میاد. گلیکولیز حتما چیه؟ سوال میاد. گلیکولیز حتما سوال میاد و تنفس اون شکلی که بچه اونه که جز تو شکل جزوه است. اگه اون شکل رو بلد باشن حتما از سوال میزنن سوال تنفس رو. یک صفحه جز شکل دیگه، یک صفحه است. اگه شکل حالا من سریع با هم بگیم گلیکولیز رو. این اگه سلول باشه، این چی باشه؟ ها؟ سلول باشه، اینم سیتوپلاسم باشه.
از این شکله. سری 5 دقیقه میگم، 5-6 دقیقه طول میکشه میگم، بعد این سوالا رو بزنیم. باشه محمد رضا؟ خب گلوک این سیتوپلازمه، این کجاست؟ اینم میتوکندریه. اینم چیه ها؟ میتوکندری. چند تا قشا داره میتوکندری؟ بله این میتوکندریه. اینجا میتوکندریه. اینجا کجاست؟ سیتوپلازم. گلوکوز چند کربن است؟ 6 کربن است. اول 2 تا آتپه مصرف میکنه. چند تا آتپه؟ 2 تا. میشه 6 کربن چند فسفاته؟ بعد نصف میشه، این ناپایداره، میشه 2 تا 3 کربن چی؟ ها؟ این قنده نه؟ این چیه؟ بعد یه فسفات معدنی میگیره. فسفات چی؟ معدنی میشه اسید 3 کربن 2 فسفاته. بعد این اسید فسفاتاشو از دست میده میشه چی؟ پیروات. پیروات. اینا 2 تا فسفاتشو از دست میدن. ADP میاد 2 تا میشه چی؟ ATP 2 تا. آب هم همراهش تولید میشه. فقط اینجا این اکسید میشه. چی میشه؟ ها؟ هیدروژن از دست میده. میده به کی؟ اناده مثبت که میشه اناده هاش. هاش مثبت. اینم اناده مثبت میشه اناده هاش. از اینجا سوال میاد. پس گلوکوز چند کربن است؟ 2 تا آف فسفات میگیره میشه 6 کربن. نصف میشه 2 تا قند 3 کربن. بعد فسفات معدنی میگیره میشه 3 کربن. 2 فسفات در ضمن هیدروژن از دست میره. این اکسید میشه، این احیا میشه، اناداش طول میشه. بعد فسفاتاش از دست نمیشه، پیروات میشه چی؟ پیروات. حالا اگه پیروات با انتقال فعال میاد، انتقال چی ها؟ با صرف چی میاد؟ انرژی میاد، میاد به داخل میتوکندری. میاد کجا؟ پیروات در داخل میتوکندری. اول چی از دست میده؟ ها؟ CO2. بعد اکسید هم میشه، یعنی هیدروژن از دست میده. میده به کی؟ که میشه چی؟ NADH. بعد استیلش، استیلش باقی مونه میشه استیل کوانزیم آ. چی؟ که اسکانزه چرخه کرفس میشه. چرخه چی میشه؟ کرفس میشه. پس پیرواتی که طول شده با چه مکانیزم میاد تو میتوکندری؟ پیروات اینجا چی میشه؟ اکسید میشه. CO2 از دست میده، NADH هاش تولید میکنه و اسکانزه ما این هم وارد کرفس میشه. تو کرفس هم NADH هاش تولید میشه، FADH هاش تولید میشه، ATP تولید میشه و چی؟ CO2. که اینا میرن زنجیره انتقال الکترون. هم این اناده هاش، هم این اناده هاش، هم این اناده هاش، هم این افاده هاش وارد چی میشن؟ ها؟ انتقال الکترون میشن. که الان زنجیره رو میگم. اگه اکسیژن نباشه، اگه اکسیژن پیروات وارد میتوکندری نمیشه. پیروات چی میشه؟ پیروات تبدیشه به لاکتات. میشه چی؟ 3 کربن هست. اناده هاش که اینجا تولید شده، اناده هاش که اینجا تولید شده، اناده هاش هیدروژن رو بین میده، این اکسید میشه. چی میشه؟ این احیا میشه، میشه اناده مثبت. اناده چی؟ مثبت. تو مخمر نان، تو مخمر پیروات چی از دست میده؟ CO2 میشه 2 کربن اتانال. بعد اتانال میشه اتانول. چجوری؟ اناده هاشی که اینجا تولید شده بود تو گلیکولیز میاد اناده هاش هیدروژن بین میده میشه اناده چی؟ مثبت. یاد گرفتی؟ بله. از این شکل 100% تو امتحان ترم میاد. الان سوالا رو بزنیم با هم بیشتر کار کنیم. خب
اول 1400 دار کار کنیم یا از اول بریم؟ خب خب سوال 15 صفحه 4 سوال 15 ساخته شدن آتبه در کدوم قسمت به روش نوری؟ کجاست؟ تو کلروپلاسته. کجاست؟ اکسایشی تو میتوکندریه. اکسایشی تو قشای داخل میتوکندریه. پیروا در راکیزه میتوکندری با از دست دادن یک دی‌اکسید کربن به چه مولکولی تبدیل میشه؟ به بنیان استیل. به بنیان چی؟ استیل. اول نها کنید اینجا نها کنید اینجا نها کن این پیروات که اینجا تولید شد میره تو میتوکندری. کجا میره؟ ها؟ میره میتوکندری. درسته؟ پیروات اول چی از دست میده؟ سئود میشه استیل. میشه چی؟ بعد به کوانزیم آوت میشه استیل در این اکسید میشه هیدروژن به اناده مثبت میده میشه بنیان استیل. بنیان چی؟ استیل. نام دو حامل الکترون که در چرخه کربز تشکیل میشن رو بنویسید. آفرین. اناده هاشو چیه؟ افاده هاش. یاد باشه در گلیکولیز فقط یه نوع ناقل داریم. چند نوع ناقل داره طول میشه؟ ولی تو کربز چند نوع؟ دو نوع. زنجیره انتقال الکترون در چه بخشی از میتوکندریه؟ درون میتوکندریه. آفرین. در قشای داخلی میتوکندری. بگو. در قشای داخلی میتوکندری. بگو. این قشای داخلی میتوکندریه. این قشای چی؟ داخلی میتوکندریه. اینجا این قشای داخلی میتوکندریه. اینم قشای خارجی باشه. اینم فضای بین دو قشا. فضای چی؟ بین دو قشا. این هیدروژن پمپ میکنم به فضای بین دو قشا. غلظت هاش مثبت اینجا چی میشه؟ پهاش اسیدی میشه. بعد این هاش مثبت از این آنزیم آتپ ساس که میاد بیرون آتپ تولید میشه. چی تولید میشه؟ از آنزیم آتپ ساس آیا الکترون رد میشه نمیشه؟ آفرین. بعد الکترون رو از این 5 تا ترکیب رد میشه به O2 منتقل میشه. به O2 منتقل میشه که یون اکسید تولید میشه بعد میشه آب. میشه چی؟ آب. سیانید کدوم یکی از اینا رو خراب میکنه؟ آخرین پمپ ها. چی؟ آخرین پمپ. اگه این با این ترکیب نشه رادیکال آزاد ایجاد میشه. چی آزاد میشه؟ برای که رادیکال آزاد از بین بره کیا رادیکال آزاد رو خونسا میکنن؟ آفر. آنتی اکسیدان. دو تا آنتی اکسیدان نام ببر. کاروتنوئیدها هستن آن. درسته؟ کارو تنوئیدها ناکنی اینجا آنتی اکسیدان ها. ببین اینجا پاد اکسنده ها تو میوه ها و سبزیجات هستن نه؟ رادیکال آزاد رو از بین نه ولی الکل نه. الکل نه. طول رادیکال آزاد رو زیاد میکنه. طول چی؟ آره الکل طول رادیکال آزاد رو زیاد میکنه. الکل یاد باشه الکل هم سرعت تشکیل رادیکال آزاد زیاد میکنه. درسته؟ و هم نمیذاره رادیکال آزاد خونسا بشه. بعضی نقصهای ژنتیکی هم هستن. بعضی نقصهای ژنتیکی هم هستن. سیانید هم باعث توقف زنجیره میشه. باعث توقف همین کار هم مونوکسید کربن میکنه. چی میکنه؟ مونوکسید کربن. آفرین. خب
پس زنجیره انتقال الکترون در چه بخشی از راکیز انجام میشه؟ در قشای درونی. در قشای درونی. قشای چی؟ ده. چه عواملی در عمل کرد در خونسازی رادیکال آزاد مشکل ایجاد میکنن؟ آفرین. هم الکل و هم برخی نخصاصی چیه؟ جنتیکی. مونوکسید کربن سبب تعقب کدوم بخش از زنجیره انتقال الکترون میشه؟ اون بخشی که مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن بود. جایی که اکسیژن بود، جایی که اون میخواد به اکسیژن بده. درسته؟ آره. سال بعدی. نام مرحله مشترک تنفس یاخته‌ای حوازی و تخمیر چیه؟ آفرین. گلیکولیز یا قندکاف تو هر تنفس مشترکه. ورآمدن نان به چه نوع تخمیریه؟ تخمیر الکلی. بله، CO2 تولید میشه. چی تولید شد؟ CO2. پیروات اول یه CO2 از دست میده، میشد اتانال، بعد اتانال NADH رو میگرفت، هیدروژنش رو میشد اتانول، NADH مثبت هم تولید میشد. این از امتحان 98. 99 رو بریم. سال 15. در روش آتپ‌سازی در سطح پیشماده در مایش مولکول پیشماده چیست؟ بله، کراتین فسفات بود. کراتین فسفات. ساخته شدن اکسیدش آتپ در کدوم قسمته؟ قشای داخلی میتوکندری. قشای چیه؟ داخلی میتوکندری تو زنجیره انتقال الکترون. در تنفس حوازی چه فرآیندی علاوه بر قندکاف باید انجام بشه تا گلوکوز به مولکولای چیه CO2 تجزیه بشه؟ بله، آفرین. هم اکسایش پیروات هم چرخه کربز. با توجه به نقش قشای درون راکیزه چین خورده بودن چه ارزشی داره؟ اصلا اگه چین خوردگی‌ها زیاد بشه اون تاثیری که بله، چون قشای زنجیره انتقال در قشای داخلیه، هر چی چین خوردگی قشای داخلی بیشتر باشن زنجیره انتقال الکترون هم بیشتره. چگونه امکان داره رادیکال آزاد از اکسید در فرآیند تنفسی حوازی وجود بیاد؟ ببین آقای دکتر، اینو بعد بنویسی. ببین، درصدی از اکسیژن بعد به این بعد به آب تبدیل، بعد رادیکال اوی یون اکسید بعد با هاش مثبت ترکیب بشه که بشه هاش دو دیگه، نه بشه چی؟ ولی بعضیا با هاش مثبت تبدیل واسه آب تولید نمیکنن، یعنی در این واکنش شرکت نمیکنن، به صورت رادیکال آزاد در میان. به صورت چی در میان؟ آره، رادیکال آزاد در. حالا بریم خرداد چی؟ نه 1400. خرداد 1000 چی؟ 400. سال 1. سال 15. سال 15. با افزودن شیء فساد به آدنوزین چی وجود میاد؟ آدنوزین مونوفسفات. بله، آدنوزین مونوفسفات. که نوکلئوتید میشه. انرژی حاصل از تجزیه گلوکوز در قندکاف و چرخه کربز صرف ساختن کدوم مولکول حامل الکترون میشه؟ در قندکاف اناده هاشه. در قندکاف چیه؟ حامل الکترون. ولی تو کربز هم اناده هاشه هم چیه؟ افاده هاش توه. افاده هاش توه. یون های اکسید ایجاد شده در زنجیره برای تشکیل چه مولکول استفاده میشن؟ یون های اکسید. بله، یون اکسید
که او دوباره منفیه، با هاش مثبت ترکیب میشن هاش دو میده. چی میده؟ کی این فرایند رو نمیذاره الکترون به اکسیژن منتقل بشه؟ کی نمیذاره که را... نه اونی که نمیذاره یون اکسی تولید بشه، یکی سیانید بود یکی سئو بود، یکی پروتونای فضای بین دو قشر راکیزه هاش مثبت تغذیه چه پروتینی به بخش داخلی راکیزه میرن؟ آفای آنزیم آتپه ساز بود. آنزیم چیه؟ آتپه ساز. اینجا این آنزیم آتپه ساز بود. این زنجیره رو برای کنکور امسال یاد بگیرید. این برای کنکور زنجیره انتقال الکترون توی قشای تیلا کوید و این سال 1401 سال کنکورتونه. این هاش مثبت پم میشه اینجا، بعد با فشار که بره بیرون در تخمیر الکلی اتانول چگونه از اتانول وجود میاد؟ اتانول با گرفتن هاش ادهال. آفرین. اتانول دو کربن است دیگه نه؟ میخواد بشه اتانول اناده مثبت. اناده چی؟ ها؟ هاش. هیدروژن از این میگیره اناده مثبت بازسازی میشه. آفرین. پس بچه ها این مرور سریع فصل پنج بود که خیلی مهمه. خب بریم فصل چند. من باید خداحافظی میکنم، باید خداحافظی میکنم، خسته نباشید. بریم فصل بچه ها شیش. فصل شیش، فصل شیش تو کنکور خیلی مهمه. خب سلام ببینم. سلام. خوبی مبینا؟ دیگه ممنون. شما خوبی؟ خب مبینا اینا رو خوندی؟ فصل شیش رو بلدی؟ بله. خیلی خب. به این بچه ها این شکل رو حتما یاد بگیرید. اگه کلروپلاس قلاف آبندی، ببینید اگه قلاف آبندی کلروپلاس داشت چه گیاهیه؟ این گیاه سیسه. سیچاره. خدا خفت کنه. اگر قلاف آوندیش کلروپلاس نداشت سیسه. متوجه شدید؟ گیان سیچار میتونن تک لپه باشن مثل ذرت، میتونن دو لپه باشن مثل چی؟ تاش خروس. قلاف آوندی کلروپلاس داشت میشه چی؟ میشه سیچار. نداشت میشه سیسه. الان این یک دو لپه است. یک اگه میان برگ نرده بالا بود اسفنجی پایین بود میشه چی؟ دو لپه. ولی اگر فقط اسفنجی داشت میشه تک لپه. الان این یه سیچار تک لپه است. این یه سیچار چیه؟ تک لپه. این یه سیسه دو لپه است. سیسه چیه؟ دو لپه است. نگهبان روزه هم بالاست هم پایینه، هم بالاست هم ولی پایین بیشتر. بیشتر از بالاش بیشتر. درسته؟ بله. کلروپلاست، کلروپلاست دو تا قشا داره، توش یک کیسایی هست. اون کیسا چی میگن؟ درست میگن تیلاکوئید. که آره. فضای درونی سامانه های قشایی هم بنام تیلاکوئید. متشرید؟ به صورت بله. ساختاره قشا مانند کیسا کیسا به هم رو اسلام هستن. درست. در داخل بستر میتوکندری دینای حلقوی رنات ریبوزوم اینا هست دیگه. مثل میتوکندری. مثل چی؟ میتوکندری. مثل میتوکندری. و میتونم بدل از هستم تقسیم بشه باز مثل میتوکندری. بله. این شکل هم بچه این نمودار مهمه. ناکنید کلروفیل بی آب چی؟ ناکنید این کلروفیل بیه. این کلروفیل چی؟ بیه.
این کلروفیل بیه، بیشتر به 400 تا 500. این سبزه کلروفیل چیه؟ آس؟ اینم تو اینجا هست و اینجا هست. کارتون ایدم که چیه؟ اینجا هست. آره. 400 اینجا هست. کارتون ای نوره. کارت نارنجی دیده میشه. نور زرد و سبز اینا رو دفع کن. ولی بیشتر این تیکر رو جذب میکنه. این تیکر رو. متشکرم. پس کارتونوئید ها کارت به رنگ چی دیده میشه؟ زرد و نارنجی و قرمز که اینا رو دفع میکنه. اینا رو چیکار میکنه؟ دفع میکنه. بیشترین جذب آنها در کجاست؟ آبی و سبز. آبی و سبز. اینو بهش یاد بگیرید. خب فوتوسیستم. فوتوسیستم رو باید یاد بگیرید. ناکنید هر فوتوسیستم، هر فوتو سیستم یه فوتو سیستمه. بله. مولکول رنگیزه داره، چندین آنتن داره، چندین آنتن داره. اینا آنتنه. چندین آنتن داره، اینا آنتنه. چندین آنتن داره، یه مرکز داره. چند مرکز داره؟ هر آنتن انواع رنگیزه داره. انواع چیه؟ کلروفیل آ داره، کلروفیل بی داره، کارتونید هم داره، توی بستری از پروتینه. ولی مرکز فقط دو عدد کلروفیل آ داره. فقط دو عدد چیه؟ کلروفیل آ داره. یعنی یه نوع رنگیزه داره. چند نوع رنگیزه داره؟ یه نوع رنگیزه داره. پس چندین آنتن هن؟ هر سیستم چندین آنتنه؟ ما دو نوع فوتوسیستم داریم. به مرکز، به مرکز پی یک میگن چی؟ پی 700. مرکز پی دو میگن چی؟ 680. چون حد اکثر طیف جذبی این پی 680. این چیه؟ 700 نانو. به این بچه ها از فوتوسیستم ها سوال میاد، از فوتوسیستم ها سوال میاد. این بین رنگیزه های همراه با انواع پروتئین بهش میگن فوتوسیستم یک و دو هستن. پس رنگیزه با انواع پروتئینه. هر فوتوسیستم آنتن های نوری گیرنده اینو داره، آنتن های نوری و یه مرکز واکنش. هر فوتوسیستم شامل آنتن های گیرنده نور و یه مرکز واکنش. هر آنتن که از رنگیزهای متفاوت ساخته شده، کلروفیل ها رو داره، کارتونین ها رو داره و انواع پروتئین. انرژی رو میگیره، انرژی رو به مرکز میده. چی میده مرکز میده؟ اگر بگن الکترون به مرکز میده غلطه. مرکز واکنش شامل دو عدد کلروفیل آه. چند تا؟ دو تا کلروفیل آه. اگه بگن یک کلروفیل غلطه، دو تاست. تو بستری از پروتئین. حد اکثر جذب این فوتوسیستم یک پی 700، اون پی 680. پس به مرکز پی یک میگن 700، به مرکز پی دو میگن پی 680. آره. فوتوسیستم ها با ناقل الکترون به هم ربط دارن. با چی وصلن؟ با ناقل الکترون. اینم اسپیروژیره، این جلبک سبز اسپیروژی که اول رو این کار کردن. از این شکل مبینا سوال 100% هم تو کنکور میاد، هم تو کنکور میاد، هم تو امتحان ترم میاد. بچه از این شکل. بله این شکل است. این شکل را حتما یاد بگیرید. اگر که نور میخور به آنتنو. به اینجا ما دو نوع فوتوسیستم داریم، دو نوع فوتوسیستم داریم، فوتوسیستم یک و دو. اینجا چندین آنتن داره. حتی آنتنای پی یک بیشتره. آنتنای پی یک چیه؟ بیشتره.
آنتنا انرژی رو میگیرن میدن به مرکز. آنتنا انرژی رو میگیرن به کجا میدن؟ مرکز. این دو تا الکترون از دست میده، اینم دو تا الکترون. بچه ها الکترون که از دست دادم من قطعت میکنم مبینا درس رو بدم بعد باشه؟ باشه. ببین بچه ها ما دو نوع فوتوسیستم داریم، فوتوسیستم دو و فوتوسیستم یک. نور میتونه انرژی، بچه آنتن ها انرژی میگیرن میدن به مرکز، الکترون از مرکز آزاد میشه، الکترون از مرکز آزاد میشه. این دو تا الکترون از دست داده، اینم دو تا. این کمبود الکترونش از آب میگیره. پس آب درون تیلاکوئید در فوتوسیستم دو تجزیه میشه. سه چیز تولید میشه. او دو تولید میشه. هاش مثبت دو تا الکترون. پس از تجزیه آب دو تا هاش مثبت، یه دوم او دو، دو تا الکترون آزاد میشه. پس غلظت هاش مثبت اینجا زیاد میشه. اینجا پی‌اش اسیدی میشه. اینم کمبود الکترونش از اینجا میگیره. به واسطه زنجیره انتقال الکترون. زنجیره اول سه تا ترکیب داره. ترکیب اول بین دولای است. ترکیب دوم پمپ که هاش مثبت را به داخل پمپ میکنه. بهش میگن پمپ قشایی. ترکیب سوم داخل تیلاکوئیده. داخل تیلاکوئید. الکترون از سیستم دو میاد به سیستم یک. از سه تا ترکیب رد میشه. الکترون فوتوسیستم یک یا پی 700 منتقل میشن به زنجیر دوم، از دو تا ترکیب رد میشن، در نهایت به NADP مثبت میشه. NADP هاش که اینم وارد کالوین میشه. هاش مثبتی که اینجا زیاد شده با انتشار تحصیل شده، انتشار تحصیل شده با فشار میاد بیرون از این آنزیم ATP ساز میاد و ATP درست میشه. ATP درست میشه. پس دوباره میگیم بچه ها ما دو نوع سیستم داریم، دو نوع فوتوسیستم داریم، دو و یک. فوتوسیستم دو و یک هر دو الکترون از مرکز میاد بیرون، از مرکز الکترون میان بیرون. این کمبود الکترونش از آب تجزیه میکنه، آب رو فوتوسیستم دو تجزیه نوری آب رو انجام میده. او دو دو تا هاش مثبت دو تا الکترون تولید میشه. غلظت هاش مثبت اینجا زیاد میشه، با فشار که بیاد با انشاء تجزیه میشه، ATP تولید میشه. آتبه درون تیلاکوی تولید میشه، تو بستره تولید میشه. الکترون اینم از سه تا ترکیب رد میشه، از ناقل الکترون به این میجا میاد. مال اینم از دو تا ترکیب رد میشه، به NADP مثبت منتقل میشه. این بچه واکنش های نوری شد. واکنش های چیه؟ نوری شد. بیم گه آتپ سازی نوری. آتپ سازی چیه؟ نوری. تا اینجا سوال امتحان ترمو بزنیم. تا اینجا سوال امتحان ترمو بزنیم. بیم چی دادن؟ یکی بیاد رو خط. مبینا علاوه بر سبزینه های آ و بی چه رنگیزای دیگه در قشای تیلاکوئید هم بچه ها؟ آ داریم، بی داریم بچه ها؟ کارتونی چی داریم؟ کارتونی دم داریم. حد اکثر جذب سبزینه آ در مرکز یک چقدره؟ چطور میگه؟ 608 700 اون 608 دوه، یک 700 برعکسه. با تجزیه نوری آ برای جبران کدوم کی بود؟ الکترون کیه؟ فوتوسیستم دو. بله پی دو صورت میگیره. پی دو الکترون پی یک از کی جبران میشن؟ از پی دو. نه دیگه
بله گس پی پی گس پی دو. بله پی دو از آب میگیره. آره بله. آره. متشکرم. بله. کنکور 99 ببین چی اومده. کنکور 99. سال 17. سال 17. ساختار قشای و کیسه مانند که به هم وصلن تو کلوپلاس چی هن؟ تیلاکویدن. چرا دما بر فتوسنتز تأثیر گذاره؟ چون فتوسنتز با آنزیم انجام میده. فتوسنتز با بسته چی انجام میشه؟ با آنزیم هم یه دونه فرنده. بله یکی هم بیشتر فرنده. آنزیم هر آنزیم تو دمای خاصی کار میکنه. هر آنزیم تو دمای خاص. تقریبا تا دمای آره. درسته؟ بله. 1400 رو بزنیم 1400. یه آزمایشی بود که خب رو کدوم جلبک کار شد برای تنظیم این برای اسپیروژین. اسپیروژین یه جلبک سبز رشته‌ای بود. جلبک سبز چیه؟ رشته‌ای با کلمپرسن آره. رنگیز اصلی در فتوسنتز که تو مرکز واکنشه چیه؟ کلروفیل. بله کلروفیل. چیه؟ کلروفیل. تو گیاهان و جلبک‌ها کلروفیل. منشه پروتون ها، پروتون هاش مثبت هایی که در فضای تیلاکویدن از کجا؟ آب. یکی از تجزیه آبه، یکی هم بسته اون پمپه، یکی هم بسته چیه؟ پمپه، یاد رفت؟ پس از چند جا میان؟ یکی آب تجزیه میشه، یکی از پمپه میاد داخل. بله. درسته؟ خب به این بچه ها بعد چرخه کرپس. چرخه چی؟ کرپس. واکنشه تاریکی. واکنشه چرخه کالوین. چرخه کالوین. من صدامو قطع کنم؟ بله بله خسته نباشی. به این بچه ها اول سه و دو. سه و دو با یه قند پنج کربونه دو فسفاته به نام ریبولوز 20 فسفات. ریبولوز 20 فسفات. ریبولوز 20 فسفات ترکیب میشه. پس CO2 میاد با یه قند پنج کربونه ترکیب میشه. میشه چی؟ یه شیش کربونه. میشه یه شیش کربونه. بعد اون شیش کربونه نصف میشه. میشه دو تا سه کربونه یه فسفاته. ببین اینجوریه که بچه ها اول سه او دو با یه قند پنج کربونی دو فسفاته به نام ریبولوز 20 فسفات. ریبولوز 20 فسفات ترکیب میشه با یه آنزیمی به نام آنزیم روبیسکو. آنزیم چیه؟ روبیسکو. با عمل چیه؟ کربوکسیلازی. میشه شیش کربونه دو فسفاته. بعد این نصف میشه. میشه دو تا سه کربونه یه فسفاته. دو تا سه کربونه یه فسفاته. این دو تا اسیدن. این دو تا چی هن؟ اسیدن. هر اسید میشه بچه یه قند سه کربونه یه فسفاته. پس اول سه او دو با یه قند پنج کربن با آنزیم روبیسکو با عمل کربوکسیلاز تو بستره کلروپلاست. تو بستره کلروپلاست میشه شیش کربن ناپایدار. بعد این نصف میشه. میشه دو تا اسید سه کربن پایدار. بعد هر کدوم از اینا که میخوان بیان تبدیل بشن یه ATP مصرف میکنن که میشه ADP. یکی هم NADPH هاش هیدروژن بین میده. NADP مثبت تولید میکنه.
این اکسید میشه، این احیا میشه، این اکسید میشه، این احیا میشه، قند درست میشه. این هم همینجوری یه ATP مصرف میشه، ADP تولید میشه، یه NADP هاش میاد هیدروژن میده، NADP مثبت تولید میشه. یک شیشم از چرخ خارج میشن، یک شیشمشون یه شیشم خارج میشن، پنج شیشم به چرخه برمیگردن. اول میشن ریبولوز مونوفوسفات، ریبولوز مونوفوسفات یعنی پنج کربونه تک فسفاته. بعد این به تبدیل بعدی ATP میگیره، فسفات از ATP میگیره که میشه ADP، بعد میشه ریبولوز 20 فسفات. پس اول CO2 با یه قند پنج کربن دو فسفاته با آنزیم روبیسکو تو بستر کلروپلاست میشه شیش کربونه دو فسفاته، این ناپایی داره. بعد نصف میشه، میشه دو تا اسید سه کربونه یه فسفاته که این پایی داره. بعد هر کدوم یه ATP یه NADPش میگیرن میشن قند. به ازای هر CO2 دو تا قند ساخته میشه، یه شیشم خارج میشن، پنج شیشم اول میشن ریبولوز مونوفسفات، بعد ATP میگیره میشه ریبوز دی فسفات. این تو بستر است، این توی بستر است. از بچه کالوین برای پنجشنبه سوال میاد، از کالوین سوال میاد، بهش میگن تثبیت CO2، تثبیت CO2. پس ساخته شدن قند در چرخه خاصی برای چرخه کالوین رخ میده که در بستره کلروپلاس انجام میشه. اول CO2 با قند پنج کربن به نام ریبولوز 20 فسفات مولکول شیش کربن ناپایدار تشکیل میده. بعد CO2 به پنج کربنه افزایش از CO2 به پنج کربن با آنزیم به نام روبیسکو با عمل کربوکسیلازی، با عمل چی انجام میشه؟ کربوکسیلازی. این فعالیتش کربوکسیلازیه، تشکیل گروه کربوکسیل میده. بلافاصله میشکنه میشه دو تا اسید سه کربونه یه فسفاته، در نهایت میشن قند سه کربونه یه فسفاته که یه شیشم از چرخه خارج میشن، پنج شیشم برمیگردن. به اینجا میگن چرخه کالوین بچه بهش میگن CO2 تثبیت شده. CO2 چیه؟ تثبیت شده. گیاهانی که فقط کالوین دارن بهش میگن چی؟ سیسه. گیاهانی که تصویر CO2شون فقط با خود چرخ کالوینه بهش میگن گیاهان سیسه، گیاهان سیسه. از چرخ کالوین سوال میاد بچه ها. یکی هم گفتار چی بچه سه، گفتار سه تنفس نوری و گیاهان سی چار و سی آیم. 100% امتحان ترمیا 3 صفحه است بچه ناکنید، 3 صفحه است، 3 صفحه است. دقیقا این 3 صفحه گفتار 100% هم امتحان ترمیا هم امتحان کنکور، این 3 صفحه. پس بسید گفتار 3 صفحه است، 100% چیه؟ 3-4 صفحه است. امتحان ترمی آید، امتحان کنکورم میاد، کنکور 1401. فقط یادتون باشه رو 3 تا شکل خلاصه میکنم، 3 تا شکل خلاصه میکنم. اول تنفس نوری، اول تنفس نوری. ببین بچه تنفس نوری زمانی که هوا خیلی گرمه، هوا خیلی گرمه، گیاهان روزنه هواشو میبندن، CO2 وارد گیاه نمیشه. این کلروپلاست باشه، این کلروشه پلاس باشه، اینم میتوکندری باشه، این میتوکندری باشه. CO2 بچه ها اگه جذب کلروپلاست نشه CO2 گیاه کم میشه، میاد بچه در داخل کلروپلاست ریبولوز 20 فسفات، ریبولوز 20 فسفات با O2 ترکیب میشه تو بستره کلروپلاست، میشه C3 و C2.
سی بر میگرده که دوباره ریبروز بیس فسفات بسازه، سی دو وارد میتوکندری میشه و تو اونجا سی دو توده سه دو میکنه. بیم میگن تنفس نوری. این آنزیم روبیسکو کار میکنه ولی عمل اکسیژنازیه، عمل اکسیژنازیه. پس زمانی که دمای محیط خیلی بالاست، ساعت دو بعد ظهر آبسیزیک اسید روزنه رو میبنده، سی او دو وارد گیاه نمیشه، اکسیژن هم خارج نمیشه، اکسیژن زیاد میشه، میاد اکسیژن با ریبوز بیس فسفات ترکیب میشه، میشه سی سه و سی دو، سی دو وارد چیه؟ میتوکندری میشه، سی دو وارد میتوکندری میشه، اونجا سی او دو تولید میکنه. این تنفس چی بچه ها؟ نوری شد. گیاهان سی چار چار میکنن؟ گیاهان چی؟ سی چار. گیاهان سی چار، گیاهان سی چار بلکه بر تنفس نوری غلبه میکنن. اول تو میانبرگاشون، تو میانبرگ سی چار، میانبرگ چی؟ سی چار، CO2 که جذب میشه ذخیره میکنن، با یه اسید 3 کربونه ترکیب میکنن، میکنن اسید 4 کربونه. این بدون کالوینه، بدون کالوین، بدون روبیسکو، بدون روبیسکو میشه اسید 4 کربونه. بعد اسید 4 کربونه میفرستن از طریق پلاسمودس به غلاف آوندی، غلاف آوندی یه سی 4 کلوپلاس داره دیگه. اینجا اسید 4 کربن تجزیه میشه به سی 3 و CO2، CO2 وارد کالوین میشه، CO2 وارد کالوین میشه، پس 3 کربن تولید میشه. پس تثبیت اینا دو مرحله است، تثبیت اینا دو مرحله است. مرحله اول روز انجام میشه، مرحله دوم هم روز انجام میشه. این بدون کالوینه، این با کالوین و روبیسکوه. این تو غلاف آوندیه، این تو چیه؟ میانبرگه. گیاهان سی آی ام را بگم بریم سوال حل کنیم. گیاهان سی آی ام، گیاهان سی آی ام، گیاهان سی آی ام شب CO2 جذب میکنن، گیاهان سی آی ام شب CO2 جذب میکنن، جذب CO2 شون شبه، شب انجام میشه، CO2 شب جذب میکنن، تبدیل میکنن به اسید 4 کربونه، تو واکوئلاشون ذخیره میکنن، بعد روز که شد این اسید 4 کربونه تجزیه میشه به CO2، CO2 وارد کالبین میشه، CO2 وارد کالبین میشه و قند 3 کربونه تولید میشه. تثبیت اینا دو مرحله است، مرحله اول شبه، مرحله اول شبه، مرحله دوم تثبیت CO2 روزه. کالوین همیشه روز انجام میشه، کالوین همیشه روز انجام میشه. خیلی خوب، بریم سوال حل کنیم، یکی بیاد رو خط سوال حل کنیم. یکی بیاد رو خط سوال حل کنیم. وقت نداریم زیاد ها، پس بس این کنم، پس باشه. ببین بچه، در گیاهان سی آی ام برای جلوگیری از هدر رفتن آب در دمای بالا و خون چه سازشی دارن بچه ها؟ گیاهان سی آی ام اینا بچه در طول روز روزنه رو میبندن که جلوی تبخیر آب رو بگیرن، ولی شب CO2 رو جذب میکنن، شب و روزنه هوایی رو باز میکنن. یاخته غلاف آوندی در سی چارا با سی سی ها چه تفاوتی داره؟ بچه گیاهان سی چار غلاف آوندیشون کلوپلاس داره، ولی سی سی ها غلاف آوندیشون کلوپلاس نداره. امتحان تر بچه خیلی ساده است دیگه، یعنی واقعا راحته. این 1400 بود ها؟ آره. از چیز بیاریم؟ از 99، 99، 99. سال 17،
در تنفس نوری سود آزاد شده حاصل از تجزیه مولکول دو کربن است یا سه کربن است؟ بگید. بگید بچه ها. در تنفس نوری سودو حاصل از تجزیه دو کربن است یا سه کربن است؟ خدا لعنتت نکنه مبینه گلور میر گلبرزی. نگاه کن یه بار این شکل رو. همین یه شکل رسم کنی میفهمی که آقا سیسه بر میگرده. اینو میسازه. سیدو میره تو میتکندری که سودو آزاد میکنه. چی داری سیسه؟ پس مولکول چند کربونه میشه؟ دو کربونه میشه. دو کربونه. سال 18 گیاهی که تصفیه سود مرحله اولش تو شبه. کدوم گیاه شبه؟ آفرین، گیاه سیاهه. تثبیت اولیه تو میان برگه، ولی کالوینش تو غلاف آهندیه. کالوینش تو غلاف آهندیه. کیه؟ سی‌چاره. آفرین. تثبیت سعود فقط تو چیه؟ کالوینه. فقط تو کالوینه. آفرین، سی سه میشه. خیلی خوب، خیلی خوب. بیم از سه فصل دوره کردیم. سه فصل دوره کردیم. به حال تو یک ساعت و نیم که الان بهش میگن که کلاس بعدی. خب میگن وقتون تایم تمومه. ببین بچه ها، من سه تا نمونه سوال برای شما گذاشتم. 98 99 1400 هم تو پنلتون هست، تو کانالم هم گذاشتم، تو کانالو گذاشتیم. حتما این سه تا نمونه سوالو کار کنید. دیدی که امتحان خیلی ساده است، خیلی ساده است. متن کتاب رو بخونی راحت سوالا رو میزنی، متن کتاب. ولی البته اگه میرسی جزوه رو که اونی که دارم بخونن که عالی میشه، چون برای کنکورشون هم میشه، برای کنکورشون هم هست. کنکور امتحان ترم خیلی ساده است. سه فصلم الان کامل بهتون گفتیم، فصل مهم که برای کنکورتون اهمیت داره، فصل 3 و 5 و 6 دوره کردیم. بقیه هم انشالله خودتون دوره کنید. آدرس کانال کجاست؟ این آدرس کاناله، این آدرس کاناله. بیو عمارلو اینجاست، این آدرس کانال. نسیقه بفرما، بفرما. خب کس سوالی داره بیاد بپرسه، کس سوال نداره. بچه حوری دار امشب چی کار کنیم؟ امشب بچه بذار من کل کتاب رو، یا اینه که عادت داریم به جزوه، حداقل تا امروز و فردا وقت داری یه دور کامل 8 فصل 12 هم بخونید. 8 فصل 12 هم یه بار بخونید که برای آخرین بار باشه دیگه، آخرین بار باشه. بخوز جزوه دستورش رو توصیه میکنم، جزوه رو کامل یه دور بخونید برای آنی آخرین بار دیگه. جزوه رو میخونید دیگه، بس اون دیگه بعد تست بزنید. خسته نباشید، خسته نباشید.